چهارمین مراسم سالگرد سرنگونی پرواز PS752 در حالی در تورنتو ادامه پیدا می‌کنه که از روز گذشته در بسیاری از شهرهای دنیا این مراسم صورت گرفته تا تاریخ 18 دی ماه که سالگرد اصلی سرنگونی پرواز هست این مراسم در شهرهای مختلف ادامه پیدا خواهد کرد. در آرامستان الگین میلز هستیم، جایی که آراد زارعی اینجا به خاک سپرده شده، نوجوانی که در زمان سرنگونی پرواز PS752 17 ساله بود و 4 سال هست که پدرش دنبال دادخواهی خون پسرش هست. از مراجع مختلف قانونی سعی کرده این کار رو انجام بده. در دادگاهی در آنتاریو پرونده ثبت کردن به همراه تعدادی دیگر از خانواده های جانباختگان که در این دادگاه تونستن حکم تروریستی بودن حمله به پرواز اوکراینی رو دریافت بکنن. مهرزاد کنار من هست. مهرزاد، خواهش میکنم به ما بپیوندی. در طول 4 سال گذشته سعی کردی کنار مردم باشی، هم در خیزش انقلابی هم برای پیگیری سرنگونی پرواز اوکراینی تونستی با تعدادی از خانواده‌ها دستاوردهایی رو هم داشته باشی. مسیر دادخواهی رو چگونه ارزیابی می‌کنی؟ درود بر شما و تمام بینندگان عزیزتون. امروز 1460 روز از این جنایت می‌گذره، جنایتی که رژیم جمهوری اسلامی عامدانه اون رو رقم زد و آراد من و 175 تا عزیز دیگر رو به خاک و خون کشید. اینجا باید بگم تا آخرین قطره خونمون به دنبال دادخواهی هستیم. دادخواهی ما زمانی صورت میگیره که جمهوری اسلامی سقوط بکنه و ما این قاتلین و این سپاه پاسداران و کسانی که این جنایت رو انجام دادن، از خود شخص رهبری تا بقیه مقامات کشوری و لشکری رو به میز محاکمه بیاریم. در واقع فرقی بین هیچ کدام از این عزیزانی که توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیدن در خیزش انقلابی و از اول انقلاب، بین زهرا کاظمی، بین ندا آقا سلطان و بین پژمان قلی‌پور، بین بختیاری و دیگر عزیزان هیچ تفاوتی ندارد. ما تا آخرین قطره خون برای دادخواهی تمام عزیزانی که به ناحق توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیدن تلاش خودمون رو خواهیم کرد. ممنونم از تو مهرزاد زارعی، پدر آراد که با ما همراه بود. مراسم در واقع چهارمین سالگرد سرنگونی پرواز PS752 همچنان در شهر تورنتو ادامه پیدا خواهد کرد، طبق فراخوانی که انجمن دادخواهی هم صادر کرده. باز هم به همین آرامستان به همراه دو آرامستان دیگر خواهیم رفت و در کنار خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 از این مراسم هم برای شما گزارشی خواهیم داشت. مهسا مرتضوی، تورنتو.